میهن من، ای فدایت سلطن من، برده آزر از سر گوهر، خود باک تو بطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت سلطن من، برده آزر از سر گوهر، خود باک تو بطن من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان، رفقایی که یک ساعت از وقت خودشونو مایه میگذارن و تشمیرن تو برنامه گفتگوی خودشون و این ضیافت گفتگو رو خیلی 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 خوب میشه با حضور همه شماها و ما امیدواریم که در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم رسانده باشید و ما رو از صحبت‌های خودتون بهره‌مند بفرمایید. امروز روز دوشنبه بعد از انتخابات سراسری ایران هستش که انتخاباتی شده و تعدادی وارد به مجلس شدن، تعدادی به مجلس خبرگان شدن و همه اظهار میکنن که برنده شدن. البته ما حرفی نداریم تا اونجایی که هر کی برنده میشه منفعتش برای این ملت زحمتکش و همیشه حاضر در صحنه ایران هست، 85 میلیون جمعیتی که چرخ اون مملکت رو دارن میچرخونن هست و ما خیلی خوشحال هستیم، خیلی تبریک میگیم به تمام اونهایی که شرکت کردن در این رأی و انتخابات که میگن مثل که تعداد خیلی زیادی هم بوده. هنوز ما گزارش صحیح دستمون نیومده که بتونیم صحبت بکنیم. انشالله هفته آینده بعد از اینکه گرد و خاک خوابید یه مقدار اون موقع میتونیم ببینیم که واقعا چی شده یا چی نشده، ولی اینطور که به نظر میرسه تعادلی برقرار شده و ما همیشه تو این برنامه هم گفتیم علت پایداری جمهوری اسلامی ایران این هستش که هیچ گروهی و هیچ دسته‌ای و هیچ حزبی هیچ وقت تمام همه چیزشو نمیتونه به طرف خودش بکشه. همیشه یک مرکز ثقل هست و یک دایره‌ای هست دور تا دور این مرکز ثقل که افراد مختلف، گروه های مختلف ایستادن و این دایره رو به طرف خودشون دارن میکشن و این دایره یک مرکز داره، اون مرکزش از مرکز دایره اصلی هیچ وقت در نمیاد، تا این بغل میاد میره این ور میره این ور میره هیچ وقت در نمیاد. اگر یک زمانی همچین چیزی بشه وای به حال همه ما که دیگه تعادل از بین رفته. و البته خب گزارش های زیاد هستش که مردم خوشحالن، مخصوصا جوانهایی که البته ما بی احترامی نمیخواییم بکنیم و جوانهایی که خب بالاخره آرایش مخصوصی برای خودشون درست کردن، چه پسر چه دختر، اینها با یک بزکای مختلف با یک چیزای مختلف شروع کردن و اینها افرادی نیستن که چرخ این مملکت رو دارن میچرخونن، چرخ این مملکت رو جوانهایی دارن میچرخونن که در کارگاه ها زندگی کار میکنن در نقاط مختلف شهرهای بزرگ، چه تهران باشه چه مشهد باشه چه شیراز و اصفهان و
یزد و کاشان و تبریز و جاهای دیگه، مهاباد و همه اون شهرهای بزرگ ایران باشه، اینها همه دارن چرخ مملکت رو میچرخون. نه اونها یه مقدار قرتی فرتی که چه فرق میکنه پسر باشن یا دختر باشن، واقعا آدم دلش به هم میخوره که مثلا برای اینکه بگن ما روسری سرمون کردیم، یه چیزی انداختن دور سرشون که از پشت کلهشون داره میفته زمین، مثل اون خانم بی‌نظیر بوتا بود که مال پاکستان بود، یه چیزی میداخت رو سرش که از اون پشتش میفتاد. به هر حال ما خوشحالیم برای همه شما، ولی خوشحالی یه انتهایی داره، مسیح شب و فرداش روزش اون سردرد بعدیش خواهد بود و امیدواریم اونهایی که گرداننده کارهای دولت هستن، کارهای ملت هستن، بتونن دقیق، البته دقت چه ارز کنن، بتونن تا اونجایی که میتونن، تا اونجایی که میتونن به این ملت خدمت بکنن. چون اگر این ملت پشت شما وای نستن، یک لحظه نمیتونید باشید اونجا، و این خیلی مهم هست. و ما خیلی خوشحالیم از همچون که عرض کردم این انتخابات شد، و البته غربی ها خیلی خوشحال هستن چون میگفتن که ما به هیچ وجه نمیتونیم در ایران تغییراتی ایجاد بکنیم مگر اینکه از داخل ما این کارا رو بکنیم، و کلی هم پول خرج کردن، کلی هم زحمت بالاخره به خودشون دادن و از طرق مختلف، نقشه های مختلف و راه های مختلف که نتیجه انتخابات این شده. و همونطوری که عرض کردیم تعداد زیادی هم مثل که تو انتخابات شرکت کردن، و بعضی ها میگن خب آخه چطور امکان داره که اینقدر مردم بتونن رای بدن و اینقدر صندوق رای باشه و اینقدر توش رای بتونن بریزن. دارن مصاحبه دارن حساب میکنن که مثلا اگر هر کسی اینقدر وقت زمان ببره که رای بده، برای اینکه مثلا 10 ساعت یا 12 ساعت رای بدن، اینقدر رای میشه و در صندوق اینقدر فلان میشه، بس بنابراین تعدادی که میتونن رای بدن اونطوری که میگن گزارش شده ممکن اونطوری نباشه. ما نمیدونیم، من یکی به هیچ وقت ادعا رو نمی کنم، هیچ وقت من در رای گیری در ایران هیچ وقت چیز نداشتم، نگرانی نداشتم و هیچ وقت سوال نکردم نتایج انتخابات رو، چون انتخابات ایران در تمام اون منطقه واقعا لنگه نداره. پس بنابراین هر انتخابی کردن درست هست، و این انتخابات بالاخره نتیجه ای داره و انشالله که بتونن کارای انجام بدن. دو تا چیز خیلی مهم اتفاق افتاده قبل از انتخابات. چند روز قبل از اون شخصی به نام باقر نمازی بازداشت شده، و یک شخصی هم به نام سیامک نمازی مثل این که توی زندان هست. این دو نفر با هم مثل این که فامیل هستن، یکی پدر اون هست یا این پسر اون هست. آقای نمازی و سیامک نمازی سالهای سال پیش در یک کنفرانسی یا یه جایی یک گروهی رو درست کردن که تشکیل شده بود از جوانهای مثلا اون زمان 20 ساله 21 ساله، و اینها یک گروهی رو درست کردن به نام نایاک که در حال حاضر آقای تریتا پارسی داره این رو اداره میکنه، و یه عکسی هم هست در همین گوگل بکنید در میاد این عکس که نشون میده آقای تریتا پارسی هستن، آقای باقر نمازی هستن، سیامک نمازی هستن و عده دیگه ایرانی که اینها دارن سعی میکنن یه تغییراتی در دنیا بتونن به وجود بیارن. البته بیشتر توجهشون به ایران هست، و این گروه نایاک هم خب چند سالهای سال اینجا فعالیت دارن و خودشونو به ظاهر نماینده مردم ایران میدونن، ولی خب ما بارها سوال داشتیم که چطور امکان داره شما نماینده مردم ایران باشید و از مردم ایران اینقدر دور باشید و صحبتهایی که میکنید و حرفایی که میزنید. بارها ما گفتیم، ایراد هم گرفتیم، یه آقایی هست اونجا به نام مرعشی و ایشون تهمتهایی به ایران زده که باید بیاد و بگه ببخشید، معذرت بخواد، و تا حالا همچین کاری نکرده. و ما امیدواریم که این انتخابات که شد باز دوباره مثل اون چیزی که میگفتن مشت محکمی تو دهن بدخواهان ایران بزنه، ببینی که بابا ایران واقعا پیشرفته است از لحاظ سیاسی، میان حرفاشونو میزنن، انتخاب میشن، میرن. منتها خب اگر در راهی که انتخاب شدن نتونن از خودشون یک ثمره نشون بدن، خب ملت
حق دارن که اینها رو ردشون کنن. خب سیکل انتخابات هر 4 سال هست، هر 2 سال هست که اینها انتخاب میشن و اگر کارشون درست باشه ملت باز اینها رو قبول میکنن، درست نباشه خب ملت ردشون میکنن. و زیاده گفتن و یک حرفایی که واقعا جا نداره گفتن و اینو جوری دیگه مطرح کردن برای ما زیاد خوشایند نیست. و خب آقای روحانی اون موقع که صحبتایی که کردن با به وسیله آقای ظریف وزیر امور خارجه‌مون با غرب صحبت کردن، اومدن گفتن بله ما برنده شدیم، ما 2 گل زدیم و 3 تا گل خوردیم و ما برنده شدیم. خب اگر اینطوری برنده شدن تو این انتخابات، خب ما قبول داریم. یعنی شما فرق برنده شدن و برنده نشدن و یکی مساوی شدن و نشدن یا باختن و همه رو یه جور دارید نگاه میکنید که اون از نظر خوشبینی شما هست. ما امیدواریم که شما اینقدر خوشبین باشید که بتونید این مملکتی که در اثر نفوذ تعداد خیلی محدودی ثروت هنگفتی رو عده‌ای اندوختن که میرن بستنی با براده یا گرد طلا روش میخورن، ما متاسفیم و این چیزها باید به دست مردم، به دست مجلس که نماینده مردم هستن اینها متوقف بشه. و بالاخره دیگه بابا هر جایی راه روشی داره. شما اگر یک خانواده‌ای هستید که پدری هست، مادری هست، خواهر و برادر و فلانی حرفا، بچه هاتون دارن زندگی میکنن، اونجا هر کس جوابگو به یه چیزی هست. اگر یک ظرفی بیفته بشکنه، یه بار خب این تصادف بود، 2 بار تصادف، 3 بار تصادف، برای یه هر روز یه ظرف بشکنی و آقایی که نشد دیگه این تصادف، حتما دست یکی باید خشک بکنید دستتون رو قبل از اینکه ظرف دستتون بگیرید که لیز نخوره و بخوره زمین. اگر این هر روز اتفاق میفته و دنبالش دارید، پس یه اشکالی پیدا میشه. و اینقدر زیاد روی هایی که داره میشه یا محل های زندگی که دارن میسازن در تهران یا جاهای دیگه، برای 2 نفر شما چطور امکان داره یه جایی بسازید که بعد 10 نفر یا 20 نفر جا داره، فقط 2 نفر توش زندگی. این اسرافه، از هر لغتی بخواید مصرف کنین اسرافه. البته اینو در اون مملکت اشرافیگری گفتن. اشراف ما نمیگم چی، اشراف از شرف میاد. اون کسی که این کار میکنه اصلا شرف نداره، چی اشراف. و پس برابری اونهایی که دست در کار هستید، اونهایی که تمام حرکات و جهش ملت ما به طرف مثبت داره انجام میشه و این جهش و این حرکت به وسیله 85 میلیون جمعیت مردم ما داره انجام میشه، یواشکی از این گوشه جیب‌های خودتون رو بخواید پر بکنید، ملت به خیرتون رو میگیرن. و خوبم بدونید اگر یک شاهی از این پولاتون رو بیارید بیرون از ایران، یعنی این پول از دست دادید، بهتر همونجا مصرف کنید که بیارید این ور یکی دیگه بخوره. جلو چشمتون هم تمام این نمونه ها هست که وقتی که آقای کارتر تمام پولهای ایران رو مصادره کرد و تحریم کرد، آقای اوباما بعد از 40 سال اینها رو آزاد کرد، از 40 میلیارد دلار فقط 400 میلیون دلار به ایران پس دادن، یعنی 1/10. ببخشید 1/10 هم نه، 1/10 میشه 40. از 40 میلیارد دلار 1/10 میشه 4 میلیارد دلار، 1/100 رو پس دادن. از 100 دلار 1 دلارش رو پس دادن که شد 400 میلیون دلار. پس چه جوری هست اینجا؟ به ملت خودتون ایمان داشته باشید، به ملتی که زحمت کش هستن ایمان داشته باشید. این ملت هستن که شما رو سر پا نگه داشتن. یک روز اگر این ملت روشون از شما برگردونن، 1 ساعت سر پا نمیتونید بمونید. و ملت هم اونایی نیستن که میان وسط خیابون قر میدن و
بوق میکشن و فریاد میکشن. این ملت نیست، یه تعداد خیلی کمی هستن که به یه دلایلی تعیین شدن که بیان این کارا رو بکنن. بله، پس بنابراین ما چی داریم میگیم؟ ما داریم میگیم ای ملت، ای مردم، ای دولتی که مردم به شما اعتماد کرده، به شما رأی داده، شما رو یک جایی گذاشته، وارد یک جایی کرده که میتونید تصمیم بگیرید، تصمیم های درستی بگیرید، تصمیم های ناشایسته نگیرید. اولین تصمیمتون این باید باشه که چطوری جلوی ریخت و پاشو بگیرید. از یه دلاری که وارد مملکت ما میشه بعد یه دلار بتونید استفاده کنید برای این مردم که زحمت دارن میکشن. به هر حال امیدوارم که این مردمی که انتخاب شدن، امیدوارم این افرادی که رفتن بالاخره شرکت کردن و برنده شدن، حالا وظایفی به اینها داده خواهد شد، وظایفش رو بشناسن چی هست. مثل اینی که بگن آقا شما کارت این هست که اینو بردار بذار اینجا، فکر نکنه گفتن اینو بردار بذار اونجا، چون بعد میگه آقا من گذاشتم دیگه، من اینو برداشتم گذاشتم اونجا. نه بابا، اینو بعد برداری بذاری اونجا نه اینجا. برای ملت خودتون کار ایجاد کنید، کالای خارجی نخرید. شما میایید یه چیزی میخرید مال خارجی هست، مثلا میگید این خیلی بهتره. چی چیش بهتره؟ یه دلار میدید یه جفت جوراب میخرید، میگید خب بس این 6 ماه طول میکشه. یه جفت جوراب ایرانی 3 ماه طول میکشه، 20 سنت هم بیشتر نیست. خب بابا بدید دو بار سه بار 20 سنت بخرید میشه 60 سنت. یه دلارتون رو به کسی دیگه ندید. از صنایع خودتون، از خودتون دفاع بکنید و پشتیبانی بکنید. شما هستید که شب میخوابید همسایه بغل دستید هم خوابیده بغل دستید، از دیوارت بلند نشده بیاد بیاد سرتو ببره یا مالتو ببره. همه حرف ما اینجا این هست، اسراف در هیچ مرامی و هیچ راه و روشی درست نیست، مخصوصا برای ما ایرانی ها که بالاخره از اول گفتار نیک، پیدار نیک، کردار نیک گرفته تا حالا که دین اسلام رو قبول کردیم، میبینیم که بابا در اسراف شما هرچی داری نداری از دست میدی. بله امروز مثلا اینقدر ریخت و پاش کردی، و چقدر داستان شما ها میدونید که میگن یکی هم اینقدر داشت و فلان و فلان، بعد یکی تموم شد. این لغت مگسان دور شیرینی از کجا اومده که میگن بله یه زمانی یکی اینقدر پول داشت همه دورشو گرفتن و نخوردن و ریختن و پاشیدن و تموم شد بلند شدن رفتن همه. که دوستان مثل مگس دور شیرینی نباشید، نه فلان نباشید، به ما نباشید. به هر حال ما تشکر میکنیم از بعد برنامه از دوستان و آشنایانی که به ما زنگ زدن، پیام گذاشتن، صحبت کردن، و سعی میکنیم یکی دو تا این پیام ها رو بتونیم با هم گوش کنیم. دوست عزیزی از کالیفرنیا زنگ زدن، از کالیفرنیا. خب ببینید لانگ بیچ کالیفرنیا، در کالیفرنیا چند تا دانشگاه هست، یکی از این دانشگاه دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هست که میگن State University. یک شخصی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ به ما زنگ زدن از طریق اینترنت. شماره تلفن ما هست 202-753-9933. از اون طریق زنگ زدن و سعی کردن که پیام برای ما بذارن. 3 دقیقه هم صحبت کردن منتها هیچ کدوم از صحبت ها مثل که ضبط نشده، ما نرسید به دست ما. من این شماره رو اینجا تکرار میکنم، البته شماره اون چیز مرکزیشون هست، اون محل مرکزی یا اون مرکزیه که تمام تلفن خانه مرکز تلفن خونه است که تلفن از اونجا میره و از اونجا پخش میشه و هر کس تو دانشگاه هست از اون طریق میره از اینجا رد میشه میره. ما این شماره رو خدمتتون عرض میکنیم. اون شخص دوست عزیزی که به ما سعی کردن زنگ بزنن 562-985-4111. نمیدونم این شماره بود چند دقیقه پیش زنگ زدن یا نه، ولی اگر این بود ببخشید زنگ بزنید باز دوباره و ما جواب میدیم که این دفعه بتونید صحبت کنید. و من متاسفم که این قطع شد و
اگر زنگ بزنید شمارتون اگر 562-985-4111 هست زنگ بزنید و ما جواب به شما میدیم. خیلی ببخشید اگر ما قطع کردیم و نتونستیم جواب بدیم، من معذرت میخوام از شما. بله این شماره ما هست و باز هست و هر وقت خواستید زنگ بزنید. بعد از دوستان و آشنایانی هم که این برنامه ما رو تو اون چیزهای خودشون میزنن، تو صفحات اصلی خودشون میزنن و تعدادی این صفحات میان و برنامه ما رو میبینن، از شما خیلی متشکر هستیم که واقعا بالاخره ما اینجا نشستیم حرفای میزنیم و اگر لطف بفرمایید صحبتهای ما به گوش همه برسه. بعد به هر حال اگر شما برنامه های ما رو به همه بتونید پخش بکنید، به همه بتونید برسونید، به همه بتونید بدید که بالاخره صدای ما به گوش مردم برسه، با یه صدا هیچ کاری پیش نمیره، با 10 تا یه جوری میشه، با 100 تا یه جوری میشه، با یه جوری حرف حق رو پیدا کنید. پیدا کنید حق چی هست، از حق دفاع کنید، سعی کنید بتونید ببینید حق چی هست. بله بعد همونطور که عرض کردیم هفته آینده انشاءالله از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه خدمتتون خواهیم رسید که بعد که بتونیم بهتر خدمت بکنیم، بعد که بتونیم برنامه همون بهتر باشه، چون وسط هفته هست، دوشنبه اول هفته هست و خیلی شلوغ و خلوغ همه کارا در هم بر همه، ولی چهارشنبه دیگه همه چیز آروم شده، یه ذره جا افتاده که بیم خدمت شما و با تو صحبت بکنیم و اطلاعاتی رو که داریم در خدمتتون بگذاریم و با هم صحبت کنیم و راجع به این موضوع ها. و یک موضوع مهمی هم که در حال حاضر در تمام دنیا راجع بهش صحبت داره میشه و در گروه های مختلف، این گرم شدن هوا هست به علت مصرف سوخت پایه کربن یا فسیل، سوخت فسیلی. معمولا این سوخت فسیلی چیز داره، سلام علیکم بفرمایید. بله بعد سوخت فسیلی معمولا چطوری بگم، معمولا از خودش یه چیزی میذاره به نام اکسید دو کربن، CO2 میگیم. بعد این CO2 البته خوراک خیلی اصلی درخت ها هست، هرچی که سبز تو دنیا از این CO2 داره مصرف میکنه که این رشد میکنه، خوراک اصلی درخت ها و این حرف ها هست. ولی خب حالا به این نتیجه رسیدن که به علت مصرف زیاد سوخت فسیلی این رو باید جلوش رو بگیرن، ولی هیچ کس نمیاد بگی که این کشورهایی که در اروپا هستن و در غرب هستن یا در اونور دنیا ژاپن و چین و این حرف ها هستن، برای چرخش صنعت خودشون دارن سوخت های فسیلی مصرف میکنن. کشورهای کوچولو موچولوی دیگه هم دیدن یه همچین چیزی هست، عوض اینکه توپاله مصرف کنن دارن گاز مصرف میکنن. حالا دارن میگه نکنید گاز مصرف نکنید، اگر کسی گاز مصرف کرد باید $1 اضافه پول بده که بره به جیب اونهایی که تمام دنیا رو به این کثافت کشیدن و اون کاربن ترید بکنن، نه فلان کنن، کردیت بگیرن، فلان کنن. خلاصه هر طرف که میچرخی اونی که زور داره به اون یکی میخواد تحمیل کنه زور خودشو. پس ناتوان نشید، توانایی پیدا کنید، خودتون رو قوی کنید که کسی حق اصلا به خودش اجازه نده به شما چپ نگاه بکنه، نه که اینطوری اینطوری بکنی یکم تو کلت با یه بامبچه بزن و هرچی داری رو بگیر و بره. بله خیر انشالله بعد در این راستای کاربونی حرفا کلی صحبت هست و ما امیدواریم که اقلا کشورهای مردم بتونن یک راههای جدیدی پیدا کنن و ما برای شما اولین بار اینجا خدمتتون عرض کنیم تو این برنامه که در رأس همه این کشورها آمریکا طرق مختلف سوخت رو پیدا کرده که احتیاجی به سوخت فسیلی نداره و این صنعت رو برای خودش نگه داشته تا کامل بکنه. کامل که شد اون وقت میخواد به شما بفروشه، اون وقت هستش که نفس خاصی بکشی بعد $1 بدی اینجا،
و ما امیدواریم که اون روز نیاد، بعد بتونن که از سوخت‌های مخصوصی که هست، چیزهایی که مخصوص هست، از اون بتونن استفاده بکنن و یعنی اون از اون کره زمینی که روش داریم زندگی میکنیم میتونیم ازش برداشت بکنیم اسراف نشه. چرا؟ ما نمیدونیم انتهای کره زمین کی هست، که حالا 7.5 میلیارد جمعیت روش هست، یه ده میگن میخوان این جمعیت رو نصفش کنن، معمولا با جنگ های بزرگی که راه میدازن مردم رو میکشن دیگه، مردم رو که کشتن تعداد کم میشه، پس بنابراین این مقدار چیزی که هست برای این یه ده مخصوص، یعنی میگن اگر تو تمام کره زمین 100 دلار هست و 100 نفر هست، به این 100 نفر یکی 1 دلار میرسه، اگه ما این 100 نفر رو بکنیم 50 نفر پس 2 دلار بهشون میرسه، این 100 نفر رو بکنیم 25 نفر پس میشه 4 دلار بهشون میرسه، یعنی اینطوری دارن فکر میکنن و ما امیدواریم همچین نباشه. در همین راستا هستش که یک نوار کوچیکی داریم، اینو گوش میکنیم با هم، در حدود 5 6 دقیقه هست، اگر امکان داره این نوار ما رو بذاریم. Madam Deputy Speaker, I was brought up as an Orthodox Jew and a Zionist. On a shelf in our kitchen was a tin box of the Jewish National Fund, into which we put coins to help the pioneers building a Jewish presence in Palestine. I first went to Israel in 1961, and I've been there since more times than I can count. I had family in Israel, and I have friends in Israel. One of them fought in the wars of 1956, 1967 and 1973 and was wounded in two of them. The tie clip which I'm wearing is made from a campaign decoration awarded to him, which he presented to me. I've known most of the prime ministers of Israel, starting with the founding prime minister, David Ben-Gurion. Golda Meir was my friend. So was Yigal Alon, the deputy prime minister, who as a general won the Negev for Israel in the 1948 War of Independence. My parents came to Britain as refugees from Poland. Most of their families were subsequently murdered by the Nazis in the Holocaust. My grandmother was ill in bed when the Nazis came to her hometown of Staszów. A German soldier shot her dead in her bed. Madam Deputy Speaker, my grandmother did not die to provide cover for Israeli soldiers murdering Palestinian grandmothers in Gaza. The present Israeli government ruthlessly and cynically exploit the continuing guilt among Gentiles over the slaughter of Jews in the Holocaust as justification for their murder of Palestinians. The implication is that Jewish lives are precious, but the lives of Palestinians do not count. On Sky News a few days ago, the spokeswoman for the Israeli army, Major Leibovich, was asked about the Israeli killing of, at that time, 800 Palestinians. The total is now 1,000. She replied instantly, 500 of them were militants. That was the reply of a Nazi. I suppose the Jews fighting for their lives in the Warsaw Ghetto could have been dismissed as militants. The Israeli Foreign Minister, Tzipi Livni, asserts that her government will have no dealings with Hamas because they're terrorists. Tzipi Livni's father was Eitan Livni, Chief Operations Officer of the terrorist Irgun Svai Leumi, who organized the blowing up of the King David Hotel in Jerusalem, in which 91 victims were killed, including 4 Jews. Israel was born out of Jewish terrorism. Jewish terrorists hanged 2 British sergeants and booby-trapped their corpses. Irgun, together with the terrorist Stern Gang, massacred 254 Palestinians in 1948 in the village of Deir Yassin. Today, the present Israeli government indicate that they will be willing, in circumstances acceptable to them, to negotiate with the Palestinian President Abbas of Fatah. It's too late for that, Madam Deputy Speaker. They could have negotiated with Fatah's previous leader, Yasser Arafat, who was a friend of mine. Instead, they besieged him in a bunker in Ramallah.
where I visited him. It's because of the failings of Fatah since Arafat's death that Hamas won the election, the Palestinian election in 2006. Hamas is a deeply nasty organization, but it was democratically elected and it is the only game in town. The boycotting of Hamas, including by our own government, has been a culpable error from which dreadful consequences have followed. The great Israeli Foreign Minister Abba Eban, with whom I campaigned for peace on many platforms, said, "You make peace by talking to your enemies." However many Palestinians the Israelis murder in Gaza, they cannot solve this existential problem by military means. Whenever and however the fighting ends, there will still be 1.5 million Palestinians in Gaza and 2.5 million more Palestinians in the West Bank, who are treated like dirt by the Israelis, with hundreds of roadblocks and with the ghastly denizens of the illegal Jewish settlements harassing them as well. The time will come, not so long from now, when they will outnumber the Jewish population in Israel. It's time for our government to make clear to the Israeli government that its conduct and policies are unacceptable, and to impose a total arms ban on Israel. It is time for peace, but real peace, not the solution by conquest, which is the Israelis' real goal, but which is impossible for them to achieve. They're not simply war criminals, they're fools. بله، خیلی خوشحالم که شما تونستید این یه قسمتی رو که در پارلمان انگلیس شخصی صحبت کرده، به این شخص خودش هم از قوم یهود هست و اینطوری صحبت کرده و گفته که در این مدت زمانی که این منطقه مورد تهاجم یهودیای دنیا قرار گرفته و تا حالا این تهاجم ادامه داره، هیچ وقت به نتیجه نخواهند رسید و حتی اگرم دو تا کشور اینجا رو بکنن، دو تا تیکه بکنن، اونطور که میگن بگن فلسطینی ها یه جا اون یکی یه جا، اینم پایدار نخواهد بود. علتش هم این هستش که شما به زور نمیتونی آب رو ببری بالای کوه، ولی آب از بالای کوه قشنگ راحت میاد پایین و جاری میشه. و این صحبت ایشون هم خب خیلی جالب بود. به ایشون هم کسی مثلا، البته ایشون میتونه حرفا رو بزنه، ما بزنیم ما رو به عنوان مجرم میبرن زندان که شما این حرف رو زدی اون حرف رو زدی، ولی خب ایشون چون از خودشون هستن میتونن این حرفا رو بزنن. و هنوزم که هنوزه اون تهاجمی که شروع شد در سال 1948 تا حالا ادامه داره و اون تهاجم خاتمه پیدا نکرد، قراردادی امضا نشد، صلحی برقرار نشد. این دهنش بازه همینطور تا موقعی که اینا بتونن برن یا خودشون رو از بین ببرن یا هم خودشون اونایی که دور برشون هستن ببرن. ولی فعلا تونستن سوریه رو از بین ببرن، عراق رو از بین ببرن، اینور اردن رو ببخشید لبنان رو از بین ببرن، اون طرف مصر رو از بین ببرن، این طرفش لیبی رو از بین ببرن، اون طرف افغانستان که به اینا اصلا هیچ کاری نداره اونجا رو هم از بین ببرن. برای خاطر چی؟ برای اینکه 6 میلیون جمعیت بتونن زندگی بکنن، بقیه حالا به خاک و خون کشیده شدن، از مملکتشون دور شدن. با کمال وقاحت میگن ما یک بیمارستان صحرایی داریم که هر کی اونجا تیر بخوره فلان بشه ما معالجهش میکنیم، اصلا نمیپرسیم اسمش چیه. و حالی که بیشتر افرادی رو که اینا دارن معالجه میکنن اون افرادی هستن که عجیر کردن که بیان مسلمونا رو بکشن و این کار داره انجام میشه و ما متاسفیم، ولی بالاخره انتهایی خواهد بود بر هر چیزی. و همین شخص هم که امروز صحبت کرد و صحبتاشو شنیدین خیلی واضح گفت که تعداد جمعیتی که در حال حاضر هست بعد از 10 سال دیگه 2 برابر 3 برابر خواهد شد و میتونه در از لحاظ جمعیتی دست بالا پیدا بکنه تو اون منطقه. و اگر شما میگین آزادی هست و دموکراسی هست، یه رای بدید یه رای بده، این یکی رایشون برنده خواهد بود. البته ما فکر نمی کنیم به اونجا خواهد کشید، ولی به هر حال انشالله پایان خوبی داشته باشه. چرا؟ همه ما رو یک خالق
خلق کرده، ما از همه در چی از دماغ فیل نیفتادیم، همه یه خالق خلق کرده. و هدف ما تو این زندگی چی هست؟ باید بتونیم پیدا کنیم هدفمون رو، بتونیم مسیر خودمون رو پیدا بکنیم، گیریم خودمون رو از آب بکشیم بیرون، به دور بر خودمون بتونیم کمک کنیم و دست این و اون رو بگیریم. چرا؟ انتهای ما باز برگشت هست به اون خالقی که همه رو خلق کرده. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، و یک نفرم از اون بر نگشته که بیاد بگه آره من که رفتم اون دنیا یک کسی دیگه وایساده بود اونجا. خب ما هنوز نشیدیم مسیح کرد. یه قمار خیلی چیزی هستش که هر کس میخواد یه قمار انجام بده، بده. من یکی نمی کنم، من یک خالقی رو ایمان بهش دارم که الله هست و میگم اشهد ان لا اله الا الله. یک پیامبری هستش که خاتم نبیین و خاتم پیامبران هست به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و قرآنی هست که از وحی اومده به طرف از طریق الله سبحانه و تعالی، از طریق جبرائیل وحی شده به حضرت محمد و ایشون با زهبار خودشون گفتن، ثبت شده، ضبط شده، نوشته شده، تغییراتی توش داده نشده. این همون چیزهایی هست که اون زمان گفتن، برخلاف این که تعدادی میگن آره این نقطه نداشته، زیر و زبر نداشته، نم اگر زیر و زبرش رو تغییر بدین میشه اینطوری، اگر اون رو اونطوری بدین اینطوری. و البته الله سبحانه و تعالی در همین قرآن میفرمان این وحی ما هست و این وحی رو ما خودمون حفظ میکنیم و تا حالا حفظ شده. تعداد زیادی رفتن اطلاعاتی پیدا کردن که ببینن این چه نوع ترکیباتی داره، چه نوع لغتهایی هست، جمع و تفریق کردن، عدد 19 در آوردن، تقسیم بر 19 کردن، دیدن بله همش اینطوری هست. ولی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که ما فهمیدیم. نمیتونیم. فهم قرآن برای هر کسی به اندازه وسع خودش هست. اگر وسع من 1 دلار هست، به اندازه 1 دلار از این مجموعه میتونم بفهمم. اگر یکی 1 میلیارد دلار هست، اون به اندازه 1 میلیارد دلار میفهمم. هر کسی که وسعش بیشتره، بیشتر فهمید، در مقابل این عظمت ساکت میشه. در مقابل این عظمت دیگه اصلا نمیتونه از زبونش چیزی بر نمیاد، چیزی بگه. رفتارش تغییر میکنه. تو خیابون که داره راه میری میبینی، از پشت سر هم نگاه بکنی میدونی که این آقا مرتبط هست به الله سبحانه و تعالی. حتی احتیاج نداری دهنش رو واکنی، به نگاهی که به شما میندازه، نگاهی که به شما میندازه، یکی اینطوری میکنه. خریدی که هر کاری که داره انجام میده در این وجود معلومه که این مرتبط هست. و برای خیلی کم افراد همچین چیزی اتفاق میفته که بتونن به این مقام برسن. و ما امیدواریم که یه مقدار از این مقام ها یه ذرهش به ما برسه که بعد که بتونیم این چند سال عمری رو که داره میگذره رو به انتها برسونیم. الحمدلله رب العالمین. برگردیم به الله سبحانه و تعالی. اجازه بدید ما یک نوشتاری داریم از هفته گذشته، حالا نمیدونم یه حتی جا داره یا نه بعد از این انتخاباتی که شده، به نام نامه سرگشاده نماینده مجلس به روحانی درباره ویژه‌خواری منصوبان به دولت. ما صحبت همین رو یه دقیقه پیش میکردیم که اگر کسی در دولت داره خدمت میکنه، اگر کسی داره انجام وظیفه میکنه، بالاخره هر کسی مقدار بود و نبودش معلوم هست، مخصوصا در یک اجتماعی که همه همسایه از هم اطلاع دارن. شما توی محله زندگی میکنین، همه محله همدیگر رو میشناسن، کی از اینجا میاد، کی از اونجا میره. اینطوری نیستش مثل اینجا که ما اصلا نمیدونیم کی اون ور خیابونه، کی این ور. بعضیا میگن حالا ایران هم اینطوری شده، ولی فکر نمیکنم. یعنی اون سنت های قدیمی هنوز هست که بالاخره شما جد آباد همدیگر رو میشناسید، میدونین این شخص مال کجاست، از شهرستان اومده، حالا اومده اینجا از کدوم شهرستان اومده، یا اصلا تهرانی بوده، یا یکی تو یه شهرستان هست، این اهل همون شهرستان هست، یا از یه جای دیگه اومده اونجا. بالاخره این ارتباطات هست و همه از حال همدیگه اطلاع دارن. اگر من یه شب بخوابم و صبح بلند شم یه چمدون پر از طلا دستم باشه، خب یه دیگه نگاه میکنم آقا اینو از کجا آوردید، دیشب که خامی چمدون خالی بود، حالا صبح چطور شد پر از طلا شد؟ پس بنابراین بدونید این ویژه‌خواری که این شخص داره اینجا میگه، این واقعا حقیقت داره. شما به مجردی که صاحب یک مقام شدید، صاحب یک منصب شدید، زمانه قدیم هم بی افرادی رو میگفتن صاحب منصب،
اونهایی که در ارتش کار میکردن میگن صاحب منصبه یا سرهنگ یا سرگرد یا سرباز فلان، و شما یعنی منصوب شدید به یه چیزی، صاحب منصب هستید. بعد اینجا میوشن نامه به امضای زاکانی، نادران، نجابت و امیر آبادی صورت گرفت. حالا من نمیشناسم این آقای زاکانی که هستن، نادران که هستن، نجابت که هست و آقای آخریش امیر آبادی، ولی ما نمیدونیم اینا که هست. ولی یه همچین نمیشه نامه سرگشاده چهار نماینده به آقای روحانی و درباره ویژه‌خواری منصوبان به دولت. بله، در جلسه دوشنبه دفتر جنابعالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ ارتباط آقای ناصری با شرکت بدنام و وابسته به دستگاه امنیت انگلیسی هندوجان چیست؟ آقای ناصری چه نسبتی به سران رأس الخیمه و رقیبان ما در بهره برداری از میادین مشترک در خلیج فارس دارد؟ بله، اینا دارن سوال میکنن که یک جلسه ای بوده، جایی بوده، البته در یک مملکتی که ادعای مساوات و ادعای برابری و برادری داره میکنه جلسات مخفی، این شایسته نیست. و من فکر نمی کنم آقای روحانی که رئیس جمهور مردم ما هستن با 50.5% انتخاب شدن بتونم بگن که من حق دارم چون منتخب اکثریت هستم. من اکثریت 50 به اضافه یه ذره انتخاب شدید. شما مسئول در مقابل ملت هستید. بدونید حقیقت قدرت داره، حقیقت به شما قدرت میده، دروغ ضعف میاره، ضعیف میکنه. یک کوی دیدی یک روز یکی یه برگه رو کرد چنان کل و پا شدید از اون بالا، اصلا نمیدونی چطوری شد، چنان که تمام نفوذ خارجی ها در اون منطقه یا از طریق حلق‌آویزی هست یا از طریق فساد که به لغت انگلیسی میگن hook or crook. hook یعنی همون چیز داری بقید گردن تو میزه، همون آقای ذوالفقار بوتو رو چطور به دار کشیدن، یا اینکه از رقیب فساد میان میگن رو میکنن که بله شما این پرونده فسادت هست و را بیافت برین. پس بنابراین اونهایی که در دولت هستید، اونهایی که در رأس کار هستید، خودتون بهتر از همه میدونید. من که کاری نیستم اینجا به شما یاد بدم، ولی خب سیستم هایی هست که افرادی رو بازرس نیستن، اینا به ایدا میگن اون افرادی که مواظب کارن. خب افرادی که دیگه از آب و چاه و چه میان در و بدن و احتیاجات مادی ندارن، مأمور میکنید که این چیزها رو مواظب باشن. وقتی مواظب میبینه مثلا این یک از این در دو تا کالا در اومد رفت تو این اتاق، از اون در یکی در اومد، خب یکی یه جا افتاد، این دنبالش میره. وقتی بهش میگن آقا حرف نزن بگیریم پولو بگیریم، میگه نمیکنن و این جلوی فساد همونجا گرفته میشه. یعنی این فساد اخلاقی و فساد مالی رو اونطور که اون اشخاص جا انداختن در ایران به تدریج باید از بین بره. و اگر از بین نره مثل اون سرطانی هستش که بالاخره تمام تن این کشور رو میخور و میپوسون و پت از بین میره، چیزی ازش باقی نمیده. بله، نوشیم به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس علیرضا زاکانی، خب این یه اسم الیاس نادران، این لغت الیاس من نمیدونم این اسم الیاس چجور اسمی هست، نادران، حسین نجابت و احمد میرآبادی، چهار تن از نمایندگان خطاب به حضرت سام روحانی رئیس جمهور برای ویژه‌خواری و مفسده آمیز در حوزه های منتسب به دولت در برابر عزیزان افسر خواستار پاسخگویی و شفاف مسئولان عالی اجرایی درباره این شبهات و ابهامات و نیز برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی احتمالی شدند.
متن کامل این هست. بله خب بالاخره دیگه اولا هر کسی که احتیاجی داره اگر مؤمن نباشه یک دریچه برای فساد برای خودش باز گذاشته. مؤمن هم کی هست؟ مؤمن هم اون هستش که میدونه اللهی که خلقش کرده روزیشو داره میده، اون مؤمنه. اگر مؤمن نباشه میگه آره خب امروز روزیمو بداد فرداش چی میشه، یعنی ایمان نداره که بابا فرداش همه روزیتو میده پس فرداش هم میده. از اون موقعی که به دنیا آمدی تا حالا تجربه نکردی تا حالا چطوری رفتی پیش؟ چرا باید بتونی شک بکنی در اون رزق و روزی که الله سبحانه و تعالی برای شما معین کرده و میرسونه؟ و داستانهای مختلف هست مخصوصا راجع به حیوانات که چطور این حیوانات صبح که بلند میشن راه میفتن اصلا اطلاع نداره که تا آخر شب شکمش پر خواهد بود یا نه. الله سبحانه و تعالی رزق و روزی اونا هم تو جنگل داره میده، تو طبیعت داره میده. ما چه تو شهر هستیم، تو جایی هستیم که بالاخره فرق میکنه با جایی که هر لحظهش ممکنه فرق بکنه. پس شمایی که اینقدر ایمان دارید به اون خالقی که شما رو خلق کرده، اینقدر هم ایمان داشته باشید که روزی شما رو خواهد داد. حالا امروز ممکنه چلو کباب نداشته باشی، ولی خب گرسنه که نبودی، روز فردا مثلا چلو کباب بخوری. و هر روز هم چلو کباب بخورید ممکنه زیاد براتون چیز نداشته باشه، منفعت نداشته باشه، ممکنه ضرری هم برای شما باشه، چون بیشتر مردم دیگه حرکاتشون کم شده، میبینید که مثلا جاهای مختلف دارن میرن ورزش میکنن فلان میکنن، به ما تحرکات بدنی برای خودشون ایجاد میکنن. پس بنابراین سعی کنید اون دریچه فساد رو بزرگترش نکنید ببندید. حالا یکی اون برای خیابون کچلوار ترتمیز تنش کرده داره میره، خب شما کچلوار یه سال کنه است چه مانعی داره؟ یه سال دیگه کچلوار اون کنه خواهد شد، برای ما میشه دو سال کنه. سعی نکنید چشم و همچشمی داشته باشید برای خاطر اینکه اون این کار رو کرده پس برابر منم باید بکنم. رقابت با حسادت فرق میکنه، دو چیز مختلفه. رقابت این هستش که اگر فکر میکنی شما یک کاری رو خوب میتونی انجام بدی بفرما، جلو تو کسی نمیگیره بفرما. ولی حسادت این هستش که میبینی یکی یک کاری میکنه یه سنگ زیر چرخش بذاری که اون پنچر بشه و تو خیالت راحت بشه به 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 تو این خراب شد. اینها با هم فرق بود. حالا این آقایون هم میدونه میشه در مدت بیش از 30 ماه، سبحان الله، در حدود 30 ماه شد، یعنی 2.5 سال میشه 30 ماه دیگه، 12 و 12 24 و 6، 2.5 سال از ریاست جمهوری جنابالی که میگذرد به کرات جنابالی و معاون محترم اولتان و نیز برخی از نزدیکان شما به درستی از ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفته ای، اما در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی چه اقدام عملی را می توانید گزارش دهید؟ خب اینم درسته، حرفشو زدید ولی عملشو نکردید. خب برای عمل کردن یه سیستمی باید داشته باشید، یه سیستمی هستش که اینها یک شخصی در رأس اینها هست، یا اونهایی که تو این گروه دارن کار میکنن افرادی هستن که واقعا مؤمن هستن، احتیاجاتشون برطرف شده است، احتیاجات چیزی ندارن که آره من توی یه رخت خواب میخوام بخوابم که از ابریشم باشه، نمیگن. این هم مؤمن هیچ وقت این کار رو نمی کنه. مؤمن مایحتاجی رو که الله سبحانه و تعالی بهش میده براش کافیه. اینطور افراد رو باید بیارید در گروه هایی بذارید که بتونن مواظب بقیه باشن که از راه در نیفتن، در یک مسیری که تریلیون ها دلار داره میریزه از این ور میریزه از اون ور، این افراد باید باشن اونجا که از خاک و از چی میگن از فلان فلان در اومده باشن، احتیاجاتی نداشته باشن. و
این مؤمنین هستن که میتونن این مهره های بررسی باشن، این مهره مواظب باشن. این لغت مخصوص باید داشته باشه این هاست. ببینیم اینا میگن اینجا یا نه. چه اقدامی کردی؟ گذاشت در مقابل شاهد حذف سامانه های ضد فساد، توسط وزیر هزار میلیاردی صنعتی شما بودیم که در کنار آن برخی اظهارات بگم بگم شبیه دولت قبل که خدا را شاکر این معاون اول متخلف آن دولت هم با پیگیری های ما به مجازات رسید، همچنین کنایه زدن به تعدادی از نهادهای انقلابی از جناب شما مشاهده شده است. بله اینطور که اینا دارن میگن مثل که این گروه انشالله اون گروهی باشن که ما داریم صحبتشون میکنیم که افرادی هستن که احتیاجات همچینی ندارن و اون دریچه فساد رو هم بستن، چون من اگر احتیاج به چیزی ندارم چرا خودم آلوده بکنم علکی؟ یه لقمه نون داره دست من میرسه، انرژی کافه به من میده که بتونم راه بیفتم، کاری انجام، شب بخوابم صبح برنشم برم این انجام وظیفه بکنن. این افراد به نظر میاد اونا باشن و دارن سوال میکنن که چطور شده که شما هنوز نتونستیم. سوال ما این است آیا فساد ریشه کن شده است یا رانتخوری وجود ندارد؟ آها، رانتخوری هم ما یه دفعه پیش داشتیم صحبت میگیم رنت هست، رانت هست، اینا لغت هایی هست که من هر روز نفهمیدم معنی چیه، ولی خیلی واضح هست که مثلا اگر کسی میخواد یه کاری انجام بده، یکی نشسته اینجا میگه خب اگر میخوای این کار انجام بشه اینقدر بذار روی میز من که بره انجام بشه، این غلط چیزی بود روی میز تو انجام بشه، وظیفه داری این کار انجام بدی، وظیفه این نیستش که سوار ماشین هم پرش بشی، یه ماشین پیکان سوار شد، فرق پرش با پیکان چقدر هست؟ یه میلیون دلار به 10,000 دلار. یعنی این چیزا رو اینا دارن میگن و ما امیدواریم که واقعا همینطور باشه. و چرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از 2 سال عملیاتی نشده؟ خب اینم حرفش درسته بنده خدا. قاچاق کالا چی هست؟ آدامس دارن میارن، شکلات دارن میارن، ای مردم با آدامس و شکلات مسئله شما درست نمیشه، بچه که نیستی شو براد بد بدن، آخه اینجا چیز هست؟ یه کسی یه چیز خیلی گرم قیمت دستش بوده، یه بچه بگی میاری شکلات میده اون از دستش میگیره. مشکلات ما با شکلات آدامس درست نمیشه، مردم ما دیگه اطلاع دارن میدونن، یه عده این وسط میفتن. خب بالاخره خب منم میگم مؤمن هستم، منم میگم در فساد نم فلان باز نشده فلان نشده، ولی خب بالاخره یه مقدار یه جای ممکنه یه اشکالی باشه، یکی انگوش روش بذاره منم بیفتن. پس بنابراین بدونید اونهایی که سر کار هستن، اونهایی که اون رهبری نه، اون کسی که در رأس دولت هست و قانون رو داره اجرا میکنه، البته تو هر جایی مجلس قانون داره وضع میکنه، نماینده هایی که انتخاب میشن برای ریاست جمهوری اینها این قانون رو اجرا میکنن، قوه قضایی هم سعی میکنه این قانونی که مجلس داره میکنه با اون اساسنامه‌ای که نوشته شده تطبیق بده که از اون اساسنامه خارج نشه. اینطوری باید پیش برن. حالا یکیش میگه آقا نه من رئیس جمهور شدم و فلان، دیگه برید پی کارتون، حرفم میزنه یه اینطوری میکنه و میذاره میره پی کارش. اینها باید جوابگو باشن در مقابل ملت. و بیانیه چطوری میشه؟ میگفتن یابو برشون میاره ور میداره. ما امیدواریم اینطوری نباشه. وقت ما داره به انتها میرسه، فقط من یه ذره اینو بخونم براتون که بشم بگیرم. این ساری شکم قارا بعد از 2 سال عملی نشد. چرا؟ مؤسسات مالی غیر قانونی که مردم ضعیف کشور را به خاک سیاه نشاندن، ولی بانک مرکزی اقدام به وابسته ای که در مورد آنان نکرده. چرا بانک مرکزی در مقابل عدم اجرای بخشنامه های مبارزه با پولشویی توسط بعضی از بانک ها سکوت اختیار کرده است؟ در عوض رانت های 600-500 میلیون یورویی و امتیازات خرید محموله های
کلان برنج های تاریخی مصرف گذاشته به افراد خاص داده شدند. برداشت غیرقانونی از منابع صندوق توسط ملت انجام گرفته. راستی دلالان بزرگ ارزی در دبی و در رابطه با آنها در بانک مرکزی دولت قبلا الان در دولت جا چه میکنید؟ بله این سوال خیلی جالبه. میگه بله ولی یه چیز خرید کلانه یه ده میرن اونجا کارای میکنن، چطوری شد یه کوی آخی آخی این کالا فروش رفته برای یه دلار، چطور دست ملت میرسه 3 دلار؟ این 2 دلار این وسط چطور شد؟ تشکر میکنم از حضور شما، باز دوباره تشکر میکنم از دوستانی که ما رو در صفحه های اصلی خودشون گذاشتن، خانم موسوی و بقیه دوستان، تشکر میکنیم از توجهات شما و امیدواریم هفته آینده انشاءالله روز چهارشنبه خدمتتون برسیم از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه خواهیم بود. کم و کسر ما رو ببخشید به بزرگی خودتون، شماره تلفن های ما باز از اول برنامه ما فقط زنده امروز پخش میشه، زنده روزهای دوشنبه پخش میشه، بعد برم زنده از هفته آینده روزهای چهارشنبه پخش میشه. باز پخش برنامه های ما زنده نیست، اگر تلفنی چیزی میزنید بر مرکز میره، اونجا پیام بذارید ما هفته بعدش به شما جواب بدیم. تا به امید دیدار دوباره تشکر میکنم از حضور شما، مرحمت عالی زیاد. See me.